وزارت خارجه امریکا میگوید که از شرکت نکردن نماینده امارات اسلامی در نشست دوها تعجب نکرده است. متیو ملر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در نشست خبری گفته که مقام های حکومت سرپرست تنها افغان ها نیستند که در آینده این کشور سهم دارند. به همین دلیل امریکا با پشتبانی از همه افغان به با شمول بانوان در شکل آینده ای کشورشان ادامه خواهد داد همزمان با این کرندکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان تاکید کرده که تعهد امریکا با مردم افغانستان و جامعه مدنی قوی بوده و منتظر شنیدن نظریات بیشتر افغان ها در مورد آینده ای کشورشان هند گفته های تازه امریکا در مورد شرکت نکردن نماینده امارت اسلامی در نشست دوها وزارت امور خارجه امریکا میگوید که از شرکت نکردن نماینده امارت اسلامی در نشست دوها تعجب نکرده است میتو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در نشست خبری گفته که مقام های حکومت سرپرست تنها افغان های نیستند که در آینده این کشور سهم دارند به همین دلیل امریکا به با پشتیبانی از افغان ها به شمول بانوان در شکل دهی آینده کشورشان ادامه خواهد داد من توانم بگویم از اینکه طالبان دعوت جامعه بین المللی برای شرکت در نشست دو هر را کردند بسیار شگفت زده شدم اما همانطور پیش از این که گفتیم باز هم تاکید می که طالبان تنها افغان نیستند که در آینده افغانستان سهم دارند ما با پشتیبانی از همه افغان از جمله زنان و دختران در شکل دهی آینده کشورشان ادامه خواهیم داد سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا همچنان گفته که امریکا تلاش میکند تا افغانستان به خانه امن و مرکز فعالیت حراس افغانان مبدل نشود و تشکیل حکومت همشمول و احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان از جمله اهداف است که آنان در افغانستان خواهان رسیدن بان با هستند. همزمان با این کرندیکر کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان تاکید کرده که تعهد امریکا با مردم افغانستان و جامعه مدنی قوی بوده و منتظر شنیدن نظریات بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان می باشد د امریکای د خارجه وزارت دا ادعا چې طالبان د ټول افغانانو څخه نمایندګي نه کوي زه فکر کوم یو درست خبره ده افغانان متنوع دي د متنوع و خاوندان دي په افغانستان که چې اوس شی موجود نه هغه او طالبان باید ته لا دې ته کوشش وکړي چې یو بین الافغانی اجماع موجود سي په افغانستان کې وجګر او غشتل سي او افغانستان د دا دغه انزوا سره و این گفته ها در حال مطرح می شود که با تازگی نشست دوه با محوریت افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر پایان یافت و وزارت خارجه روسیه این نشست را شکست خورده عنوان کرده است